سلام اوتک صاحب، تشکر از اینکه وقت دادی برای ما برای علاقمندای در صفحات اجتماعی تلویزیون یک صحبت کنی و به خودت خوش آمدید. تشکر علی جان، سلام بر شما، بر تمام بینندای صفحات اجتماعی تلویزیون یک. امیدوارم که خوب و خوش باشین. قرار است در شب‌های عید مبارزه داشته باشی. در هر رقابتی طبیعتاً استرس یک امر کاملاً طبیعی است. آیا خودت از حریف ترسیدی و استرس داری؟ طبعاً میفهمی 23 مسابقه ما هستن، در کل مسابقه به نهایت میترسیم. مسابقه که قبلیم در افغانستان داشتم استرس زیاد بود، از این کلم زیادتر است. ترس از این ندارم که حریف مرا بزنه یا گارشان، ترس از این دارم که ما باید نبازم، باید برنده شوم. And now introducing the red corner, Ahmed Bully Hoopda. ورزشکارهای داخلی کشور مشخصا چند نفری گفتند که خودت اکسپایر شدی و به اصطلاح عامیانه خود ما و شما تاریخ تیر شده. گفتنی خودت در رابطه با این ورزشکار چی هست؟ من خاک پای ملت هستم، خاک پای مردم خود هستم. از کراچوان و موچی و دکاندار و مدروان تکسوان گرفته بسیار بر کلشان احترام دارم و گفتم میتونم که خواهر چشم اونو ورزشکارای تعصب هستم، ورزشکارای بخیل هستم که اونا گفا رو میزنن. من اصلا به این نمیارزه که من نمایشان رو بگیرم و دوستان دارم که به سر از دور بخورم و گپ بزنم. تاریخ ما معلوم است که چه قسم ریکار دارم، چه قسم تاریخ ممی دارم، چه قسم ورزشکار هستم. اونایی که گپ زدن گویا که پسر ما گپ میزنه اینا شاید در شهرت برسن یا مشهور شوند یا یکی بر ذات توجه صورت بگیره، نه خیر تو نیست، اونا اشتباه نگفا رو میزنن. جوابشان ما برشان ثابت میسازم که من هنوزم هستم و هنوزم میجنگم. نتیجه هیچ مبارزه قابل پیش بینی نیست، ولی پیروزی احتمالی خودت در مبارزه‌ای که در شب‌های عید قرار است در کابل برگزار شود، درهای UFC را برای خودت باز میکنه یا نه؟ هر مسابقه که میکنیم، بعدی که مسابقه میکنیم، ریکارد و رینکینگ من بالا شده میرن، این در به UFC و به سازمان بزرگ باز میکنه. شما شاید باشه، شاید هستین که بعد از مسابقه از بهترین سازمان‌های جهانی بر ما پیشنهاد فایت داشتن که بین فایت کنین، ولی ما منتظر UFC بودم تا بالاخره که یک فایت دیگم در سازمان UFC بگیرم. که یعنی یک وقت بود پیش من وقت دارم که تا یک تصمیم در مسابقات UFC یا دیگه سازمان بگیریم. خواستم که دوباره در افغانستان باز خود ثابت بسازم. ثابت بودن ما به این معنا که ببخشین، ثابت بودن ما به این معنا که تعدادی از مردم، خصوصا ورزشکارم، توطیه ساختن، گپ های آق و ناق زدن. میفهمین اگر اونا میفهمید که گپ های اونا ما را قوی تر و پر انرژی تر میسازد، شاید گپ نمی زدن. مشخصا، یعنی مشخص ترین دلیلی که شما باز هم در کابل میخواین فایت کنین، ثابت ساختن دوباره خودتون به مردم افغانستان است؟ بله، ما به این قسمی که بیشتر گفتم، این مردم ما دوست دارم، به این مردم ما احترام دارم و این مردم در قلب ما هستن. باور کنیم ما در کشور خوب میتونستم پاینده و کشور شوم و برای ما امکانات خوب تر بده، ولی ما این خاک، این مردم ما دوست دارم. اونا، ما باز دوباره میگم نیاز ندارم. ما شاید یک سرعت ورشکارای کمکشان میکنم یا امرشان هستم، شاید اونایی که در بسر ما تبلیغات منفی ها میکنن، ولی تا حد اونا را زور میتن فیروزی ما یا پیشرفت ما که تعاملشان برشان بسیار سخت است. نتیجه هیچ مبارزه پیشبینی نمیشه. آیا بردن احتمالی خودت
ورزشکارانی که رقیبت هستن آیا بازم مثل دوره اولی که در شب قهرمانان رنکس مبارزه کردی و بردی و بر حاشیه ساختن بازم کارشناسی فیسبوکیشان و گپ هایی که در فیسبوک خود میزنن به نظرت آیا بازم همو واکنش انجام میتن و همو تصمیم ها رو میگیرن یا خیر؟ کارشناسی چی؟ ما بدون استاد واسه دیمی دیگه کارشناس قبول ندارم. او دیگه کارشناس نمیشه که در قفس بوره یک چند چیخ بزن و شکمش پوندیده و درای ورزش نرفتم. در مسابقه ما که بازیشان نظر دادن سطح مسابقه ما از کارشناسیشان بسیار زیاد بالا بودن. یعنی اصلا نمیفهمیدن یه چی بگویم و نمیفهمیدن. یا آشه ساختن در افغانستان یک امر تیوی هستن کمکی میکنن. دایی گپ ها رول مثبت ورزشکارا داشتن که ما پیشترم گفتم که ما ملت خود زیاد دوست دارم و یک تعداد محدود ورزشکارا را دوست دارم که مثل بیادر برای ما هستن، ولی اکثر از اکثرشان سخت متنفر هستم. این نه که ما با اونا رقابت میکنیم یا مانع پیشرفت اونا میشم، اصلا نمیخواهیم که در رایم باشم. رایم مستقیم معلوم است که مثال هدف ما است که زیادتر مسابقه کنم و ملت خدا خوش نگاه کنم. برای از بین بردن همی جنجال های پیش آمده خودتان از ورزشکارا دعوت میکنین که در مبارزه خودت در شبهای عید در مسابقاتی که در شب قهرمانان رنکس برگزار میشه و مبارزه مرکزی از خود است، این ورزشکارا رو دعوت میکنی که بیاین در داخل استادیوم کنار باشن که همه کدورت ها خلاص شوه یا خیر؟ نه خیر، نه دوست ندارم که اونا اونجا باشه، احساس خوش ندارم. همه ملت غریب ما، ملت رنجیده ما که روزانه شاید کار کنه سر کراچی کلا سودا کنه، اونو برام بیان 100 برابر ارزش از ذکر زیاد دارن که خودم قهرمان جهانی میگیرن. ما خنده ایم ریکاردهایشان سعی کنین دو سه ریکارد دارن یا پنج ریکارد دارن، گپایشان دستمان تکر میکنن دیگه. ما سوال کردین دیگه گپ آمد منگنی هیچ دوست ندارم که دوباره زیاده فکر کنم، فکرم نمی کنم یا گپ بزنم یا حرف بزنم. هیچ مشکل ممرش نکشان ندارم یا هیچ مانعی پیشت شانم نمیشم و شایدش نخواهیم برشان کمکم کنم. قرار بود خودت به خاطر آمادگی مبارزاتت به خارج از افغانستان سفر کنی. کارهای رفتنت خلاص است یا خیر؟ بخی خلاص است، سر پایر هستم بزرین فرصت. کدام کشور میری؟ مشخص نمی کنم. مشخص نمی کنی؟ نمون گفت سپرایز باشه؟ بله. خب در آخر هم میخواییم آخرین صحبتهای خودت به خاطر مردم افغانستان و مبارزی که پیش روی داری داشته باشی. ما تشکر میکنم از تمام مردم عزیز ما و ما مطمئن هستم که ما 15 سال در راه ورزش زحمت کشیدیم، دستاورد آوردیم، هیچ وقت را نادیده نمیگیرن و نگرفتن. همیشه ما را سپورت کرده، دوستم دارن و بازم خواهش میکنم که در مسابقه که پیش روی دارم ما را سپورت کنن، حمایت کنن، دعا کنن برای پیروزی ما، پیروزی افغانستان است. اونا اکثرشان برای این نظر میتن که در قصه باز مردم نشه، ما اصلا نمیشون و ما اونا هم دیگه هم انرژی میتن. همی که ملت دارم، همی که مردم دارم، میلیون ها مردم دارم، واقعا احساس غرور میکنم. زنده و سلامت باشین. و آخرین سوالی که من میخوایم از پرسان کنم، مبارزه خودت میبری یا خیر؟ احتمال بردم 55 باشم، بخاطر که باز این جوادارانیم، تشویقیم و ما به یک انگیزه باز قوی داخل مسابقه میشم. زنده و سلامت باشی، آرزوی موفقیت میکنم. و تمام گفتم که پیروزی نزدیک است. هوتر، پیروزی در همین نزدیکی هست. پیروزی در همین نزدیکی